درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. در ارتباط با حوادث پرشتاب خاورمیانه به ویژه مناطق کردنشین، کردستان، چه در ترکیه، چه در عراق و همچنین سوریه گفتگویی داریم با یک ژورنالیست کرد. کاروان هارام عزیز، من بهت خوش آمد میگم از اینکه دعوت تلویزیون برابری رو برای این گفتگو پذیرفتی. من اولین پرسشم اینه، بهتره که از مهمترین خبر روز شروع کنیم. ظرف روزهای اخیر دولت رژیم اردوغان که به هر حال بعد از اون شبه کودتا یک کودتای واقعی رو برای پایان دادن به تتمه نیمچه آزادی های سیاسی که در ترکیه وجود داشت، به ویژه در یورش به مردم کردستان ترکیه و همچنین قتل عام، کشتار هواداران حزب کارگران کردستان در کردستان ترکیه در مناطق، در شهرهای مختلف دیاربکر و دیگر شهرها، ولی اقدام مهمی که انجام داده اونه اینه که دو رهبر اصلی حزب دموکراتیک خلق‌ها رو که عمدتاً حامیانش رو کردهای کردستان ترکیه تشکیل میدن اما دیگر اقلیت‌های تحت ستم هم از اون حمایت میکنن و سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه هست با 59 نماینده، در روزهای اخیر دستگیر کرده همراه تعداد دیگه از نمایندگان این حزب در پارلمان و صدها نفر از اعضا و هواداران این حزب به بهانه اینکه اینها وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه هستند. اگه میشه در رابطه با علت این دور از سیاست‌های رژیم اردوغان و آخرین تحولاتی که تو این زمینه در ترکیه رخ داده یا داره میده بینندگان ما رو مطلع کن. بگوش. بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون برابری. عرض کنم که در رابطه با موج تازه‌ای که در رسانه ها مطرح میشه، حمله به سیاستمداران کرد، یورش به سیاستمداران کرد، بازداشت اونها و محکوم کردن اونها به حبس و همچنین موج تازه ای از شدت و خشونت بر علیه کردها در شمال کردستان، میشه گفت که یعنی آنچنان دور از انتظار نبود، چون اگر بیاد داشته باشید در انتخابات هفتم ژوئن سال 2015 تغییر وسیعی در صحنه سیاسی ترکیه به درازای میشه گفت 95 سال گذشته روی داد و برای اولین بار یک حزب دموکراتیک، یک حزب که از خلقهای تحت ستم در جمهوری ترکیه، میشه گفت در جمهوری ترک ترکیه، چون تا قبل از این انتخابات به بهانه سقف 10% که برای نمایندگان قائل شده بودن که میبایست بیشتر از 10% آرای شرکت کنندگان رو به خودشون اختصاص بدن تا بتونن به عنوان حزب در مجلس ترکیه شرکت بکنن، برای اولین بار این میراث شکسته شد به واسطه کوالیسیون یا همپیمانی که ما بین جریان‌های کرد و غیر کرد در ترکیه بسته شد، تونستن از این مرحله گذار بکنن. یعنی مثلا حساب بکنید در بدرازای این 95 سال احزابی مثل حزب سوسیالیست انقلابی، حزب کار، حزب سوسیالیست ستم دیدگان، حزب دموکراسی سوسیالیستی، حزب سوسیالیست بازسازی، چپ‌ها و همچنین حزب سبز، اینها نمیتونستن که به خواستهای خودشون برسن و در پروسه اداره کشور شرکت داشته باشن. از 2012 که حزب دموکراتیک خلق‌ها یا حزب تشکیل شد، تقریبا میشه گفت در 15 اکتبر
در سال 2012 اینها زیر یک چتر با هم ائتلافی درست کردن و برای مشارکت در اداره امور کشور به توافق رسیدن و سیستمی رو به عنوان سیستم رؤسای مشترک با بر مبنای مبانی دموکراتیک در اداره امور پیریزی کردن و در انتخابات 2015 هم شرکت کردن و تونستن در اون انتخابات 80 نماینده رو به مجلس بفرستن. این در اگه به یاد داشته باشید در ارزیابی تحولات انتخابات ترکیه این به عنوان بزرگترین تحول 2015 در ترکیه در 6 ماهه اولش نام ازش برده شد و گفتن که جمهوری ترکیه با این انتخابات وارد مرحله تازه ای شد. یک روز پس از این انتخابات رسانه‌های بویژه وابسته به حرکت‌های ملی که عادت کرده بودند به اقتدارگرایی صرف با اشاعه کودتا، با اشاعه شکنجه و با مشت و چماق، خب نمیتونستن این رو هضم کنن، به واسطه گروه های در داخل دولت اعلام کردن که میخوان که انتخابات که میخوان که ائتلافی رو با احزاب دیگر شکل بدن و حزب هدف یعنی حزب میبخشید حزب دموکراتیک خلقا از این ائتلاف سر باز داد. گفت ما با حزب حاکم حزب اوکتپر اقپارتی ائتلاف تشکیل نمیدیم، ما با احزاب دیگری میتونیم کار بکنیم مثل حزب جمهوری خواهی خلق، ولی با حزب میبخشید حزب آکپه نمیتونیم ائتلاف تشکیل بدیم، چون صرف وجود روی کار آمدن و تشکیل حزب دموکراتیک خلقها آلترناتیو بودن یا جایگزین بودنی هست برای حزب آکپارتی. خب اینها این حرفا رو ملاک قرار دادن و اعلام کردن که پس با این حساب انتخابات رو به دور بعد مکور میکنیم و همچنان که شاهدیم انتخابات رو در فاصله زمانی 6 ماهی اعلام کردن که انتخابات دیگری رو برگزار میکنن. در این فاصله زمانی 6 ماهه کردستان، شمال کردستان و ترکیه به کل در حالت ویژه‌ای قرار گرفت و با وجود همه تقلب‌هایی که این حزب و همچنین جو ملیتاریستی که حزب حاکم ترکیه و انفجارهایی که گاه و ناگاه به نام داعش در ترکیه و در کردستان رخ میداد، ولی پشت پرده حزب حاکم ترکیه، همون حزبی که الان اقتدار رو در ترکیه در دست داره، علارغم همه اینها در انتخابات اول ماه نوامبر برای یک بار دیگه حزب دموکراتیک خلقا تونست سقف 10% رو 10% رو به دست بیاره و باز هم 59 نماینده برای بار دیگه به مجلس بفرسته. خب برای اقتدار گرایی ترکیه سیستمی که بر اساس انکار خلقهای دیگه درست شده، چون دوستانی که در مورد ترکیه تحقیق کرده باشند به خوبی آگاه هم که مبنای ناسیونالیزم صرف در خاورمیانه در هیچ کشوری به اندازه ترکیه تشدید نشده و این امر ملیگرایی در هیچ کشوری در هیچ ملتی به اندازه ترکا سنگینی نمی کنه این مسئله. خب در دومین دوره انتخابات هم دیدن که به اهدافشون نمیرسن، خب راه چاره رو به شیوه تصفیه و نابودی این حزب دیدن و از همون موقع اعلام کردن که سخنان رهبران این حزب، رؤسای مشترک این حزب، اعضای این حزب، هواداران این حزب رو به چالش میکشن و حتی مسئولیت قضایی نمایندگان رو برخواهند داشت، لغو میکنن و اینها رو به دادگاه خواهند کشید. خب این پروسه آغاز شد با دستور مستقیم اردوغان، این رو به مجلس کشوندن. در مجلس هم حزب ملیگرا، محپه و حزب آکپه اینها
با هم همدست شدن و این مسئله رو در مجلس تصویب کردن. در مرحله بعد، مرحله همچنان که میدونید مرحله کودتا بود، کودتایی که 15 ژوئیه امسال اتفاق افتاد. خب سعی کردن که این رو به شیوه مرتبط بدن، یعنی نسبت بدن به مسئله کرد. اینها موافق نشدن. حزب دموکراتیک خلقا این کودتا رو به شدت محکوم کرد و گفت که از حزب آکپ هم حمایت نمیکنه و اساسا اینها اگر این مدل اگر ترکیه روند دموکراتیزاسیون رو آغاز نکنه، احتمال این میده که این کودتا هم دوباره بشه، تکرار بشه و همین که خود این حزب به کودتا دست بزنه، این حزب حاکم به کودتا دست بزنه. قرائن نشون داد که این پیشبینی درست از آب در اومد و اساسا در مورد خود کودتای 15 ژوئیه حرف و حدیث های بسیار زیادی وجود داره. یعنی برخی مدارک از این سخن میگن که چون در ترکیه ارتش دارای تجربه کافی برای انجام کودتا و رسوندن اون به موفقیت است. خب چی شد که در این کودتا ارتش نتونست موفقیت به دست بیاره؟ این اولین پرسشی هست که باید از مسئولین حزب حاکم پرسید. با چه راهکاری تونستن این رو کنترل بکنن؟ برخی سخنها از این میگه که از این حکایت دارن که خود این کودتا هم پشت پردهش حزب حاکم بود. کاروان عزیز، این در واقع اصطلاحی هم الان به کار میگیرن، اون کودتای نیمبند لشکری عملا مصادف شده، مقارن شده با یک کودتای واقعی کشوری، یعنی کودتایی که خود اردوغان از قبل هم برنامه‌اش رو داشت که قدرت ریاست جمهوری رو افزایش بده، اون رویای عثمانیزه کردن و اسلامیزه کردن جامعه تقریبا سکولار ترکیه رو مد نظر داشت و داره از این از دو پارامتر داره سوء استفاده کامل میکنه. یکی همین شبه کودتایی که در 15 ژوئیه رخ داد، یکی هم این جنگ و بحرانی که در خاورمیانه به ویژه در عراق و سوریه جاری و ساری هست، از این دو فرصت داره استفاده میکنه. یعنی یکی از حربی کودتا، یکی از حربی جنگ برای هم فائق آمدن بر بحرانهای عدیده جامعه ترکیه و حاکمیت ترکیه و هم برای چی اون رویای عثمانیزه کردن و اسلامیزه کردن هرچی بیشتر حاکمیت در ترکیه. و یکی از موانع رو همین حزب دموکراتیک خلقا میدونه، مادام که خب به هر حال حدود 60 نماینده در مجلس باشن، این اردوان اینو یک مانع بزرگ میبینه برای اینکه بتونه بره به طور قانونی از طریق تغییر قانون اساسی قدرت خودش رو افزایش بده، نهاد ریاست جمهوری از یک نهاد نسبتاً فرمایشی به یک نهاد به اصطلاح فعال مایشا تبدیل کنه. حالا ترکیه که این اقدامات رو، رژیم اردوغان این اقدامات رو در خود ترکیه داره انجام میده که حتی صدای حامیان غربی اونها و حتی هم پیمانان خود رژیم ترکیه در ناتو و اتحادیه اروپا رو هم در آورده که این شیرجی که داره اردوغان به اصطلاح میزنه به سوی پایان دادن به تتمه آزادی های نسبی سیاسی در اونجا چه عواقبی میتونه به دنبالش. همین سیاست رو رژیم ترکیه داره در عراق و سوریه پیش میبره. مثلا الارم هشدارهای دولت عراق مبنی که ما نباید ارتش ترکیه در حضور داشته باشه، به واسطه همکاری رژیم ترکیه با حکومت اقلیم کردستان و شخص آقای مسعود بارزانی، ما ببینیم که این نیروها ارتش ترکیه در کردستان به اصطلاح عراق حضور داره و عملا هم میخواد در اون که بعد از اشغال موسل و پس گرفتن از داعش این غنایم رو هم سهمی ببره. سیاست های ترکیه، رژیم ترکیه در عراق و مشخصا در کردستان عراق رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ من در پاسخ به سوال قبلی شما، من یک جمله رو فقط تموم بکنم و بعد به این سوال هم پاسخ بدم. ببینید از امپراتوری عثمانی و بعد روی کار آمدن سیستم جمهوری در ترکیه و تا به امروز،
سیستم اقتدارگرایی ترک در هدف و آرزوی اصلیش کنترل کردن شهر آمد که در با اسم جلیل دیاربکر هم ازش اسم میبرن، کنترل کردن آمد و از میان بردن اراده آزادی خواهی خلق کرد بوده. خب این چیز تازه‌ای نیست، این آرزوی قبل از سیستم جمهوری هم بوده، یعنی دوره عثمانی هم همین آرزو داشتن ولی بهش نرسیدن. خب حالا اردوغان میخواد با این کودتا این بار هم این فرصت رو هم امتحان بکنه که مطمئن باشید که به هیچ عنوان هیچ نیروی نخواهد تونست. یعنی اگر نه تنها اردوغان، این در این فاصله این یک دو سال اخیر، قبل از این یک دو سال اخیر هم با همه حمایت و پشتیبانی ناتو، آمریکا و دیگر همپیمانان دیگرش، اسرائیل قبلا مالکی هم با اینا بود، بشار اسد هم، رژیم ایران هم با اینا بود، نتونستن کار رو از پیش ببرن و از این به بعد هم نخواهند تونست. و اما در پاسخ به پرسش اخیر شما، ببینید در حال حاضر ما وارد 100 سالگی انعقاد پیمان‌نامه های لوزان، سور و سایکس‌پیکو میشیم. خب این پیمان‌نامه ها، این توافق‌نامه های بین المللی در خاورمیانه سرزمین اتنیک‌ها و خلق‌ها رو تقسیم کرده. بخش بزرگی از این خلق‌ها رو به ترکیه دادن و در 100 سال گذشته ترکیه بسیاری از این خلق‌ها رو ملعوب کرده، به نابودی کشونده، فرهنگ‌هاشون رو ممنوعه اعلام کرده و چیزی از این فرهنگ‌ها الان در ترکیه آنچنان دیده نمیشه، به استثنای کردها که این کردها هم میشه گفت با جنگ، یعنی هزینه بسیار گزافی دادن. از سال 1938 پی در پی کردها در ترکیه انقلاب پی انقلاب، یعنی عصیان پی عصیان، هزینه بعد از هزینه تونستن تا امروز خودشون رو برسونن. خب الان بعد از 100 سال با ظهور داعش و همچنین تحولاتی که در منطقه بعد از بهار عربی ما شاهدش بودیم البته، و سپس نتایجی که از این پروسه مداخله نیروها هم سنی گرایی و هم شیعه گرایی در منطقه از سوی عربستان و ترکیه و اردن و قطر و فلان فلان، و شیعه گرایی هم از سوی ایران و حامیان خارجی اونها، سنی گرایی ها که آمریکا، نیروهای هژمونی گرای دنیا، و شیعه گراها هم از سوی روسیه حمایت شدن. خاورمیانه داره وارد مرحله تازه میشه و مرکز این اتفاقات هم عراق و سوریه هست. از یاد نبریم آرشان، بزرگترین حامی داعش در چند سال گذشته بر اساس مدارک مستند و مستدل جمهوری ترکیه است و شخص اردوغان. حتی برخی ها به این اذعان می کنند که نقش ابوبکر بغدادی کمتر از اردوغان است. این رو کسی نمیتونه حاشا بکنه، چون تغییرات و تحولات خود داعش رو اگه نگاه بکنید و اون پذیرایی که از نمایندگان کنسولگری ترکیه در موسل اگه به یاد داشته باشید در 2014، با چه تتمه‌ای و با چه گشاده دلی اونها رو راهی ترکیه کردن، بدون اینکه حتی به اصطلاح ما بگیم، بدون اینکه حتی یک حرف بد بهشون بزنن، اونها رو راهی ترکیه کردن حتی با دعوت اینا. خب این سناریو و سناریوهای دیگری که از که حکایت از حمایت ترکیه از داعش در سوریه، در عراق و به ویژه در این دو منطقه بر علیه خلق کرد و به اضافه بکارگیری داعش در کردستان، در شمال کردستان، مدارک نشون میده که در خیزش های پاییز و زمستان سال گذشته ترکیه از نیروهای داعش در شمال کردستان استفاده کرده. در قتل عامی که در جزیر، در قتل عامی که در سوره آمد اتفاق افتاد، نیروهای داعش در خدمت دولت ترکیه و حزب حاکم دست به قتل عام کردها زدن و با شروع عملیات آزادسازی در این منطقه، بویژه بعد از عملیات آزادسازی منبج و سپس
مرحله آزادسازی موسه و بعد از این الان خبرها دیگه بر سر زبان ها افتاده که اون قراره که عملیات آزادسازی رقه هم آغاز بشه. یکی از بزرگترین همپیمانان ترکیه داره از بین میره، نابود میشه. خب این بزرگترین تهدید برای ترکیه و برای دولت ترکیه، برای حزب حاکم ترکیه، و این و به این فکر افتاده که با وجود داعش میتونست هم بر علیه جنبش های آزادی خواهی به جنگ جنگ رو بر اونها تحمیل بکنه، و همین که موضوع اصلی رو یعنی مبحث روز رو در به خارج از کشور بازتاب بده، یعنی به خارج از کشور منتقل بکنه. با استفاده از حربه داعش میتونستن این وضعیت رو ادامه بدن، به اضافه استفاده هنگفت اقتصادی که از داعش از سوی حزب عدالت و توسعه به عمل آورده، مبالغ میلیاردی که از سوی داعش هم از طریق صادرات نفتی و هم از طریق ترانزیت و آمد و رفت اعضا و هواداران داعش و هم از طریق فروش اسلحه و مهمات به داعش به دست آورده، این بزرگترین حمایت بود برای حزب حاکم. کاروان عزیز من تو همینجا پرانتز بگم، اتفاقا همین صدبیر مهمترین روزنامه سراسری ترکیه، روزنامه سکولار ترکیه جمهوریت، سردبیرش به همین خاطر به دادگاه کشیده شده که اون فیلم معروف تو مرز ترکیه و سوریه که ماموران میت، سازمان اطلاعات امنیت ترکیه، که در حال به اصطلاح کمک رسانی هم تسلیحاتی هم لوجستیکی به اعضای داعش هستن، اون فیلم رو به اصطلاح افشا کرده بود و پرده از روی پیوند عمیق همون نکته‌ای که خودتون گفتید رژیم ترکیه و داعش برداشت. حالا که داعش داره تضعیف میشه، احتمالاً موسل رو از دست بده، بعد رقه رو از دست بده و کل رژاوا رو، مثلا بخش عمده‌ای از رژاوا رو از دست داده و اینا، میخواد از و چون خودش نیروی سیاسی به اصطلاح قوی که روش تکیه بکنه مثل داعش نداره، از طریق حضور مستقیم نظامی چه در کردستان ترکیه، چه در کردستان سوریه و چه در کردستان عراق داره تامین میکنه. به هر حال متحدی هم که داره دولت اقلیم کردستان عراق، این دولت هم خودش هم اولا با اقما و اقسام بحران ها روبرو هست، هم حیطه اختیاراتش و قدرتش از چارچوبی خود کردستان عراق فراتر نمیره، یعنی از طریق دخالت مستقیم نظامی و حتی نقض آشکار قوانین بین المللی، با اون که دولت رسمی عراق هی اعتراض میکنه به حضورش، میگه که من هستم و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید و اینا. حالا اگه این شما به جنگ موسل، ما میدونیم الان نیروهای مختلفی اونجا درگیر هستن، درست؟ از خود پیشمرگای دولت اقلیم گرفته تا اخیراً حتی بی بی سی خبری رو منتشر کرد که چند صد نفر از زنان کرد ایرانی متعلق به حزب پاک، حزب آزادی کردستان رو هم گزارشی تهیه کرده بود. اگه میشه در مورد مختصات این حزب، حزب آزادی کردستان یا حزب پاک، این توضیح بدید، نیروهای ایرانی که از گرایشات مختلف برای آزادسازی موسل یا در سایر مناطق حضور دارن هم توضیح بدید. بله، عملیات آزادسازی موسل که از 17 اکتبر آغاز شده با شرکت ارتش عراق، نیروهای پیشمرد، در مرحله بعد نیروهای هشت شعبی، و این اسمی که و در مرحله اصلی هم حمایت ائتلاف بین المللی ضد داعش در این عملیات شرکت می کنند. در میان ارتش عراق گردان های ویژه میشه گفت هم از ترکمن های شیعه و هم از ترکمن های سنی و هم از شیعیان خود موسل هم در ارتش حضور دارند و در این عملیات شرکت کردند. از نیروهای پلیس هم در این عملیات شرکت کردن، و در رابطه با این حزبی که الان شما ازش اسم بودید، اگه بیاد داشته باشید، من قبل از اینکه به این مسئله اشاره بکنم،
به مسئله گروهی که مسعود بارزانی برای مداخله در رجاوا تهیه دیده بود، تدارک دیده بود، در مورد اونها صحبت بکنم، چون این عین این مسئله هست که الان حزب پاک داره اون رو انجام میده. خود رهبر این گروه پاک، حزب پاک، یک مصاحبه تلویزیونی داره با یک کانال تلویزیونی در اقلیم خودستان. در سخنانش من چیزی که من شنیدم، یعنی نقل قول میکنم، ایشون میگن که پیشمرگه های ما یک گروه مستقل هست. خب پیشمرگه مستقل اولا لازم به حکم فرماندهی داره که در یک عملیات شرکت بکنه. مدیری برنامه از ایشون میپرسه که با دستور چه کسی اینا میجنگن؟ میگن که با دستور فرماندهی نیروهای پیشمرگ میجنگن. کدوم فرماندهی؟ مسعود بارزانی. خب پس بر این حساب این نیروها وابسته به مسعود بارزانی هستن، نیروهای روشلاتی نیستن. یعنی صرف به خاطر اینکه شناسنامه‌شون روشلاتی باشه اینها رو، یعنی ایران شرق کردستان یا کردستان ایران که دیگران میگن، اینها رو نمیشه گفت که اینا روشلاتی هستن. اینها نیروهایی هستن که مسعود بارزانی با استفاده از اسلحه، با استفاده از تغذیه، بکارگیری اونها رو در عملیات موسل تسریع میکنه، اونها رو بکار میگیره برای عملیات آزادسازی موسل، به شرطی که نیروهای ائتلاف بین المللی این رو قبول بکنن و دولت مرکزی عراق هم این رو قبول بکنه. البته حضور خود پیشمرگه ها در عملیات آزادسازی موسل هم بر اساس یک توافقنامه کتبی ما بین مسعود بارزانی و آمریکا صورت گرفته که اینها حق ندارن به شیوه خودسر حرکت بکنن، به شیوه خودسر به یک روستا یا یک هم در یک محور جنگی رو آغاز بکنن یا جنگی رو به پایان ببرن. و حتی حقوق این پیشمرگه هایی که در این عملیات هم شرکت میکنن از سوی آمریکا تامین خواهد شد. یعنی حضور این نیروها صرف با هماهنگی کاملی هست که ما بین آمریکا و بغداد شکل گرفته. این یک ویژگی. کاروان عزیز، کاروان عزیز، آیا نیروهای یه لحظه اینم اشاره کن که آیا نیروهای یپگه، نیروهای پیشمرگه به اصطلاح معتقد به کنفدرالیسم دموکراتیک، ام از کرد ترکیه یا عراق یا ایران یا سوریه، در جنگ موسل شرکت دارن یا نه؟ ما میدونیم که مثلا نیروهای وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه یا وابسته به کردای سوریه یپگه و اینا نقش مهمی در کمک به مردم شنگال یا سنجار اینا داشتن در یکی دو سال اخیر. آیا اینا در این نبرد موسل دخالتی دارن؟ به اینم اشاره کن. بله، من به اینم اشاره میکنم. فقط در مورد این حزب پاک من یک نکته رو اضافه بکنم. تعدادی که خبرگزاری رویتر در مورد اعضای این حزب و به ویژه اسم زنها رو میاره، 200 تن، 2000 تن، این کاملا غلطه. من 200 تا شنیدم. گفته 200 تا. آره من رقم 200 تایی دیدم، بل صحبت از چند سال، ولی 2000 من نشنیدم. ولی بله. ادامه بدید. خود این رقم هم، چون من در اقلیم کردستان زندگی می‌کنم، خود این رقم کاملا غیر واقعیه. یعنی تعداد نیروهای پیشمرگ این حزب 200 تن نیست که بتونه در این سطح شرکت بکنه و در جبهه مقدم هم نیستن. یعنی جای این نیروها رو هم ما میدونیم که در کجا هستن. اینها رو مسعود بارزانی برای فردا در نظر داره، برای فردا آماده میکنه در ایران که به آشوب دست بزنن. همون کاری رو که برای نیروهای گروهی به نام انکسه، اگر شما شنیده باشید، در نظر داشتن در رجاوا بکنن، اینها رو برای ایران، برای روشنات کردستان، برای شرق کردستان یا برای ایران دارن آماده میکنن که این نقشه اونها به هیچ عنوان موفق نخواهد شد.
در مورد سوال اخیر شما من عرض بکنم که ببینید پروسه آزادسازی موسل مرحله ایه که میتونه تأثیر بسیار بزرگی رو بر آینده خلقهای این منطقه بذاره، چون اولا فراوانی اتنیکایی که در این منطقه هستن، مسلمانان شیعه و سنی و مسیحی و در میان اقلیت‌های غیر اسلامی هم که در این منطقه هستن و فرهنگ‌های زبانی و اتنیکی که در این منطقه هستن، در 100 سال گذشته این منطقه هم پی در پی منطقه معارضه و جنگ میان نیروهای خارجی بوده و هر گروهی اومده اینها رو با وابسته کردن به خود به کار گرفته در برابر نیروی مقابل خودش. با حمله داعش به ویژه به منطقه موسل و سپس منطقه شنگال که شما مطمئنا خبر دارید و مداخله نیروهای گریلا بعد از اینکه نیروهای وابسته به حزب دموکرات کردستان یا نیروهای وابسته به مسعود بارزانی بهتره بگیم این منطقه رو ترک کردن و 5000 زن و دختر ایزدی به دست تبهکاران داعش افتادن و الان هم از سرنوشت اونها هیچ خبری در دست نیست. برخی گزارش ها از فروش اونها به پادشاهان و سران کشورهای عربی سخن میگن. خب بعد از 2 سال خلق شنگار ساکنان این منطقه تونستن بخشای از هویت خودشون و بخشای از خلق خودشون رو جمع بکنن و در کوهستان شنگال الان دارن زندگی میکنن و شهر، اما در شهر هنوز هیچ خبری از آبادانی نیست. حزب دموکرات کردستان عراق اجازه نمیده، چون بر اساس سخنهایی که در رسانه ها مطرح میشه و شواهدی هم که به دست ما میرسه، اینها نمیخوان که خلق ایزدی، خلق شنگال بر پای خودشون بیستن و از اراده آزاد خودشون مایه بذارن و که میهن خودشون رو آباد بکنن، خودشون رو مدیریت بکنن، این اجازه رو به اونها نمیدن. در مورد عملیات آزادسازی موسل من دقیقا به پرسش شما این گونه پاسخ میدم که آقای مراد قلیلان در گفتگویی با خبرگزاری ما اعلام کرد که ما هیچ اصراری نداریم که در عملیات آزادسازی موسل شرکت بکنیم، چون وضعیت منطقه به اندازه کافی بحرانی هست، ولی اگر از ما خواسته بشه که در این عملیات شرکت بکنیم با تمام وجود آماده ایم و هر آنچه که از دستمون بیاد حاضریم انجام بدیم و بدون شک نیروهای ایزدی ها به عنوان یبشه و یعنی یگانهای مقاومت شنگال و یگانهای زنان شنگال و هم نیروهای مدافع خلق آمادگی کامل دارن که در این عملیات شرکت بکنن، ولی اگر به گفته مسئولان عراقی اجازه نمیدن که نیروهای غیر عراقی در این عملیات شرکت بکنن، خب نمیشه اصرار کرد که یعنی جنبش آزادی کردستان به خودش این اجازه نمیده که به زور وارد مسئله بشه که همچنان که میبینیم در مسئله اصرار ترکیه الان داره روز به روز داره بحران رو تشدید میکنه در منطقه. خب کاروان عزیز اگر اجازه بدید بریم وارد سوریه، کردستان سوریه، رجوا بشیم. همین چند روز پیش روز خجسته کوبانی بود، ما میدونیم به دنبال خب تضعیف داعش در منطقه کردستان ترکیه ارتش ترکیه مستقیما وارد اون منطقه شده، یک سری نیروهای مزدور رو هم تحت عنوان ارتش آزاد و یا ترکمنهای وابسته به خودش رو هم سازمان داده و یک سری از مناطقی رو که با زحمت زیاد نیروهای مدافع خلق از داعش و دیگر جبهه النصره و غیره گرفته بودن رو تونسته اشغال بکنه و حتی مثلا چی به یک سری مثلا از 3 کانتون مثلا به کانتون افرین داره به اصطلاح تجاوز نظامی میکنه و اینا و اقداماتی از این دست.
درست؟ اونجا الان وضعیت به چه گونه است؟ یعنی آخرین اخبار و تحولات منطقه رژاوا به چه گونه است؟ در مورد این مثلا پاسخ بدید که وزیر دفاع امریکا گفت که ما برای فتح رقه، پایتخت به اصطلاح خلافت اسلامی ابوبکر البغدادی، میخوایم از نیروهای یپگه هم استفاده کنیم که رژیم ترکیه به شدت مخالفت کرده. چرا نیروهای یپگه دارن در منطقه دیگه مثل رقه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا که خود امپریالیسم امریکا نقش مهمی در بوجود آوردن بحران خاورمیانه و عروج پدیدی به نام داعش و دیگر جریانات آدمخوار اسلامی داشته دارن همکاری میکنن؟ بله، خب الان مسئله داعش فراتر از این که یک مسئله منطقه‌ای باشه، به یک مسئله جهانی مبدل شده و به جز امریکا کشورهای دیگر هم با این مسئله مرتبطن. هم امریکا، هم کشورهای آلمان، هم دستای پنهانی که گاه و بیگاه در رسانه ها ازشون صحبت میشه. این یک ویژگی جنگ های واسطه ای هست که نیروهای اصلی دخیل در جنگ به واسطه نیروهای دیگری، گروه های مجهول الهویه و معلوم الهویه میان و نیروهایی رو به صحنه جنگ میفرستن. اساسا خود داعش مگه چجوری سازماندهی شد، چجوری تجهیز شد، چجوری به اون سطح رسید که بتونه موسر رو اشغال بکنه؟ یا نه، موسر رو بهش واگذار کرده و سپس ورود اونها به سوریه. اینها سوالهاییه که در آینده نچندان دور پاسخ همه اینها رو خواهیم شنید. مطمئنا تاریخ برای اینها پاسخ خواهد داشت، چون هیچ چیزی قابل انکار نیست و هیچ چیزی رو نمیشه از تاریخ پنهان کرد. اما در مورد مسئله رژاوا من عرض کنم خدمت شما که شما به روز جهانی کوبانی اشاره کردید. ببینید، مسئله کردهای رژاوا فراتر از مسئله روز جهانی کوبانی، اگه اون اتفاق امروز در حال حاضر در هر کجای رژاوا اتفاق بیفته، کردها هم امکان بسیار بیشتری رو دارن و هم از لحاظ اراده و نیروی جنگی بارها از مرحله اکتبر 2014 نیرومندترن که پاسخ بدن هم به داعش و هم به ترکیه. یعنی جنگ تحمیلی بر کوبانی به نام جنگ داعش نامگذاری شد، ولی در اساس جنگ ترکیه بود. سخنان همین آقای اردوغان رو کسی فراموش نکرده، سخنان وزیر خارجه آمریکا رو کسی فراموش نکرده وقتی میگفتن که برای کوبانی رو از یاد ببرید، کوبانی سقوط میکنه. امروز اگر جنگی بر خلق رژاوا، فرق نمیکنه چه در کانتون افرین و در کانتون های دیگه، تحمیل بشه، مطمئن باشید که خلق رژاوا پاسخی بسیار سهمگین تر از مسئله کوبانی به ترکیه خواهد داد و این رو در درگیری های اخیر در منطقه افرین دیدیم. اما تجاوز ترکیه به منطقه جرابلس، برخی گزارش ها حکایت از همکاری نیروهای ایران، ترکیه، سوریه، روسیه و سکوت آمریکا و همچنین برخی گروه های وابسته به مسعود بارزانی در مسئله اشغال جرابلس داره. یعنی این نقشه در بحبوحه اگه به یاد داشته باشید مسئله موسل اتفاق افتاد، عملیات، یعنی گفتگوهایی که در مورد چگونگی آغاز عملیات موسل و بعد از اون هم در مورد، اگه به یاد باشید، در مورد تحولاتی که در حلب اتفاق می افتاد و جنگ شدیدی که در اونجا حاکم بود، ترکیه از این فرصت استفاده کرد و با هماهنگی نیروهایی که در منطقه هستن به ویژه با همکاری ایران که الان آنچنان که دیده میشه در سطح رسانه ها، در سطح دیپلماسی، خود ایرانی ها هم، مسئولان ایرانی هم از این هم پشیمان هستن که چطوری اجازه دادن که ترکیه به خاک شمال سوریه تجاوز بکنه و در هر حال تونستن ترکیه رو به این گرداب
بکشن و حتی اون رو به سوی حلب راهنمایی بکنند. به دلیل اینکه هم بتونن امتیاز بگیرن از نیروهای بشار اسد، هم اینکه بتونن جبهه، یعنی این ویژگی رو روس‌ها در نظر داشتن، بتونن در برابر میشه گفت ائتلاف بین المللی بر ضد عراق، ائتلاف بین المللی بر ضد داعش میبخشید، بتونن این از نیروی ترکیه استفاده بکنن تا اینکه بتونن اونها رو وادار بکنن که از اصرار بر مسئله برکناری بشار اسد دست بردارن. و بدین گونه تونستن با هماهنگی ها و در عرصه دیپلماسی هم با سکوتی که در این مرحله حکم فرما شد، تونستن بخشی از خاک ترکیه رو، خاک شمال سوریه رو به ترکیه واگذار بکنن، به صورت اشغال شده. اما کردها صراحتا اعلام کردن که از یک وجب خاک خودشون نخواهند گذاشت. یعنی ما باید انتظار داشته باشیم که بعد از مسئله آزادسازی رقا، چون خلق رقا هم در نیروهای سوریه دموکراتیک حضور دارند و بخش بزرگی از نیروهای سوریه دموکراتیک هم از اعراب اون منطقه تشکیل شدن، بعد از عملیات آزادسازی رقا مطمئن باشید که عملیات آزادسازی باب و عملیات آزادسازی جابلوس هم اتفاق آغاز خواهد شد. ترکیه هیچ جایگاهی در منطقه نداره و حتی اگه بیاد داشته باشید در اولین روزهای ورود نیروهای ترکیه به جابلوس، آقای صالح مسلم یک جمله رو نقل کردن، گفتن که ما اسکندرون رو هم از ترکا خواهیم گرفت. من میدونم پرسش‌های مختلفی، چون این بحران خاورمیانه، اوضاع ترکیه، عراق، سوریه، جنبه‌های مختلفی داره، پرسش‌های بسیاری مطرح است، ولی تو این فرصتی که ما داشتیم دیگه فعلا اینو در همین جا میتونیم متوقف کنیم. اگر در دو سه دقیقه جنبندی دارید، نکته ای رو میخواید به عنوان جنبندی اعلام بکنید، میتونید با بینندگان تلویزیون برابری این جنبندی رو مطرح کنید. بله، من در پایان یادآوری میکنم که بخش تحت ستم جامعه راهکار نجات خودش از ظلم و ستم پیدا کرده و میدونه که هم در برابر دشمنان چگونه ایستادگی کنه، مقاومت بکنه و هم چگونه جامعه خودش رو مدیریت کنه. دموکراسی رادیکال تنها راه گذار خاورمیانه به سوی آینده دموکراتیک است. فارغ از اینکه پیشاهنگی این رو کردها بر عهده دارن، اما در این مرحله خلقهای دیگر هم باید نقش خودشون رو ایفا کنن. این فقط به نفع کردها نخواهد بود، نفع اصلیش رو خلقهایی میبرن که تحت ظلم و ستم دو جنگ جهانی و جنگهای داخلی در این کشورها مرعوب شدن. ما هم تو این آرزو با شما شریک هستیم و معتقدیم بدون خودحکومتی دموکراتیک کارگران و زحمتکشان منطقه بحران زده خاورمیانه، این منطقه حساس و استراتژیک از باتلاقی که اکنون گرفتارش هست بیرون نخواهد آمد. کاروان هورام عزیز، من بی‌نهایت از سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کرد. خواهش می‌کنم. برای بینندگان شما هم سلام و درود می‌فرستم.
علی رو کیل کوبانه به بوب بر خدانم از جنوب شیرو به بوب رو پلادی رو کیل شنگاله به بوب بر خدانم از جنوب شیرو به بوب رنگی آرینان خوینا شهیدان بینو سری بر هاتی نویسان رنگی آرینان خوینا شهیدان بینو سری بر هاتی نویسان روشان آقیم رنگی خسریامه وای روزگرد کنه و که چو خورتیمه روشان آقیم رنگی خسریامه وای روزگرد ده با کور باشور روشلت روشاوات سواریت من حتم دنگیشو مرتالان ده با کور باشور روشلت روشاوات سواریت من حتم دنگیشو مرتالان آلا رنگی روایه را کرن از مان سرسرین یاران کرن مزومان آلا رنگی روایه کرن از مغان سرسرین یاران کرن مجدومان روشاوان آقیمه رنگی خسریامه وای رزگرد کنه و که جغورتیمه روشاوان آقیمه رنگی خسریامه وای رزگرد کنه و که جغورتیمه